سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بیانیه ای اعلام کرد که کودکان بیش از نیمی از دو میلیون و هزار آواره عراقی را تشکیل میدهند. پیتر هاوکینز نماینده یونیسف در عراق گفت در اثر درگیری و فقدان سرمایه گذاری در حال حاضر چهار میلیون کودک در سراسر عراق نیازمند کمک هستند. هاوکینز افزود از مجموع دو میلیون و شیست هزار عراقی که در نتیجه جنگ سه ساله با سونی های تندروی داعش آواره شدند، یک میلیون و سی هزار تن از آنان را کودکان تشکیل می دهند. گرت کابلاره، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف نیز در بیانیه اعلام کرد، با وجود پایان درگیری در بسیاری از مناطق عراق خشونت همچنان در برخی مناطق این کشور وجود دارد به طوری که در هفت روز گذشته سه انفجار در عراق رخ داده است وی در بخش دیگر از این بیانیه افزود جنگ نه تنها موجب کشتار کودکان بلکه موجب ویرانی مدارس بیمارستان ها منازل مسکونی و راه ها شده و این پدیده همچنین بافت اجتماعی متنوع و فرهنگ تسامح که حافظ انسجام جوامع است را از بین میبرد در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی اعلام کرد که 3 میلیون و 220 هزار آواره عراقی در پایان ماه دسامبر دیماه به مناظرشان بازگشتند.